هزاران سال هست که انسان به نحوه پیدایش خودش فکر کرده، اما همیشه خاک اولین و مهمترین گزینه مشترک ادیان و دانشمندان بوده. به این تصویر نگاه کنید. در این تصویر چه می‌بینید؟ آیا ممکن است این نوزادان از خاک ساخته شده باشند؟ و اگر این گونه هست، آیا می‌توان آزمایشی علمی ارائه داد که به کمک اون به بینش درستی در این مورد دست یافت؟ سلام، من علم هستم. اگر شما هم با نگاه به این عکس تصور کردید که به نوزاد انسان نگاه می‌کنید، بهتر است که در ادامه با من همراه باشید. در برنامه گذشته امکان پذیری پیدایش انسان از خاک رو بررسی کردیم و نشون دادیم که تمامی عناصر موجود در بدن انسان در خاک نیز وجود داره و این عناصر به صورت یک جا در هیچ چیز دیگه‌ای به طور طبیعی وجود نداره و اگر وجود هم داشته باشه خود اون منشأی از خاک داشته. در این برنامه میخوام کمی جلوتر رفته و بگم که نه تنها انسان از عناصر خاک هست، بلکه خود خاک به عنوان یک سیستم پیچیده در پیدایش انسان نقش داره و این نقش به گونه ای هست که هیچ چیز دیگری نمیتونه جای خاک رو بگیره و چنین نقشی رو در پیدایش داشته باشه. تصویری که در آغاز مستند مشاهده کردید رو به یاد بیارید. در این تصویر شما یک سری نوزاد که به تازگی به دنیا اومدن رو نمیبینید، بلکه تصاویر متعلق به یک سری ربات هستش که به شکل انسان ساخته شدن. جنس این ربات ها خاک رس هست. بنابراین در این حال که ممکنه بپرسیم چگونه انسان از یک مش خاک ساخته میشه، باید بدونیم که امروز خودمون از همین یک مش خاک اشیایی به شکل انسان ساختیم. اما چگونه ممکنه؟ چگونه ممکنه که خاک تبدیل به پوست و گوشت بشه؟ این به نظر شبیه یک معجزه میاد. اما واقعیت اینه که ما از این گونه معجزات هم کم ندیدیم. مثلا به نفت و گاز نگاه کنیم. چگونه ممکن است که اندامهای جانوری به نفت و گاز تبدیل شوند؟ اگه به 1000 سال قبل برگردید و مقداری پلاستیک رو به انسانهای اون زمان نشون بدید و بگید که این پلاستیک یک روز موجود زنده بوده، احتمالاً شما را به دلیل بیان چرندیات به دارالمجانین منتقل کنند. اما امروز می‌دونیم که چنین معجزاتی اتفاق می‌افته. پروفسور بروس آلبرتس در کتاب مبانی زیستشناسی سلولی می‌نویسه: در نگاه اول، پذیرفتن این واقعیت که موجودات زنده صرفاً یک سیستم شیمیایی هستند مشکل است. چنین به نظر می رسد که تنوع شگفت انگیز سلول ها در شکل، رفتارهای هدفدار و توانایی رشد و تولید مثل آنها را از دنیای جامدات و مایعات و گازها که موضوع علم شیمی هستند جدا می سازد. اما در واقع باید گفت که عالم زیستی تحت سیطره قوانین شیمی است. قوانین علم شیمی به ما می گن که چگونه ممکنه یک موجود زنده به نفت و گاز و حتی پلاستیک تبدیل بشه و همین قوانین هست که به ما میگه چگونه ممکنه خاک به پوست و گوشت تبدیل بشه. بنابراین برعکس نظرات داروین در مورد تکامل کلان که هیچ گونه روشی برای اثبات اون وجود نداره، پیدایش از خاک قابلیت مشاهده و آزمایش داره. امروز از سیلیکون موجود در کانیهای روسی در جراحیهای پلاستیک استفاده میشه. به گفته متخصصین این ماده به بافت طبیعی بدن بسیار شبیهه. به همین دلیل می باشد که عارضه خاصی بعد از جراحی ندارد. از خاک رس همچنین برای ساخت چسب زخم، نوار پانسمان و ژل‌های پزشکی هم استفاده میشه که عملکرد اونها بهبود زخم هست. مشاهدات ما به میزان بسیار شگفت‌آوری شباهت کانی‌های خاک رس با برخی مولکول‌های موجود در بدن انسان رو نشون میده. تصویری که مشاهده می‌کنید
مربوط به کانی‌های دوزنجیری خاک هست. همانطور که می‌بینید شباهت زیادی با دی‌ان‌ای انسان داره. و این تصویر که کانی‌های تک‌زنجیری رو نشون میده و شباهت زیادی به مولکول‌های آر‌ان‌ای در بدن انسان داره. پروفسور آدریان وولفسون در کتاب حیات بدون ژن می‌نویسه: امکان دارد موجودات اولیه اطلاعات ضروری خود را در بلورهای خاک رست به رمز درآورده باشند. اصولاً هر کدام از ما می توانیم یک شجره خانوادگی درست کنیم که با والدین ما شروع می شود. بعد پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر آنها و به همین ترتیب عقبتر برویم تا برسیم به دوره سنگ و ما قبل آن، یعنی به اولین لحظات تاریخ انسان. اگر عکس ها را به ترتیب زمانی مرتب کنیم تا شجره نامه ای را تشکیل دهند، نباید از مشاهده این که عکس ما به سلول های تنها و سپس به موجودات ساخته شده از آرنه، پپتید و یا کریستال های خاک رس منتهی می شوند تعجب کنیم. قریب به دو قرن هستش که باور داروینی داره تبلیغ میشه. سالانه میلیون ها دلار بودجه بهش تعلق میگیره، اما هنوز هیچ آزمایشی نتونست اون رو اثبات کنه. باورمندان به نظرات داروین به جای ارائه آزمایش و یا فرمول از شواهد و مدارک صحبت میکنن. اگر با یک باورمند به نظرات داروین صحبت کنید به شما میگه چون تکامل کلان میلیون ها سال طول میکشه امکان آزمایشش هم وجود نداره. این در حالیه که نظریه انفجار بزرگ که 14 میلیارد سال قبل اتفاق افتاده هم فرمول داره و هم قابلیت‌های مشاهده‌ای براش کشف شده. اما علم بدون توجه به بودجه‌های چند میلیون دلاری و تفکرات خرافی اون در زمینه فهم پیدایش از خاک و واقعیت‌های اون فاصله بسیار زیادی رو پیموده. فاصله بین واقعیت و خرافات به اندازه تلف شدن وقت دانشمندانی هست که یا همرنگ جماعتن و یا مجبورن خودشون رو همرنگ جماعت نشون بدن. حتما این جمله را قبلا شنیدید که گفته میشه هر جا آب هست حیات هم هست. اما جالبه بدونید که تجربه نشون داده هر جا آب هست خاک رس هم پیدا میشه. بنابراین هر جا که حیات وجود داشته باشه آب و خاک رس هم وجود داره. در سال 2012 دانشمندان مقدار زیادی خاک رس بر روی مریخ کشف کردند و این بدین معنی بود که روی مریخ آب وجود داشته و بنابراین نظریه ی حیات بر روی مریخ تقویت میشه. گذشته از شواهد بیان شده، آزمایشاتی نیز در زمینه پیدایش از خاک انجام شده. جیمز پریس و لسلی اورگل نشون دادن که چگونه آرن ای و مینی ژن های کوچک پپتید میتونن خود به خود بر روی یکی از سطوح کاتالیزور فراهم شده توسط مواد معدنی مانند گل رس و یا هیدروکسیل آپاتیت که در زمین آغازی وجود داشت ساخته بشن. اگر این همان واکنش ها در جایی غیر از سطح کاتالیزور رخ بدهد، حداکثر مینی ژن های به دست آمده فقط 10 امینو اسید است، چون هیدرولیز به خوبی با پلیمریزاسیون که در غیاب کاتالیزور کمتر کار آمده است رقابت می کند. در شرایط مناسب حتی احتمال دارد که مینی ژن های طویل تری به روش مشابهی خود را تکثیر کنند. بعدن آلان دیویدسون و رابرت ساور جلوتر رفته و نشون دادن که بسیاری از اوقات پپتیدهای تا خورده‌ای با طول 80 تا 100 آمینو اسید نیز ظاهر میشن. تا مدتی قبل اکثر دانشمندان گمان میکردن که حیات از کف اقیانوس ها آغاز شده. اما جالب است بدونید که امروز در این زمینه اختلاف بزرگی میان دانشمندان رخ داده. در واقع این تصور که در اقیانوس بتونه غلظت مورد نیاز برای واکنش‌های آغاز حیات رخ بده سخت هست. همچنین مطالعات نشون داده که برای چنین واکنش‌هایی به اشعه ماورای بنفش از نور خورشید نیازه و شیمیدانان
هنوز نتونستن چنین طیف گسترده ای از مولکول‌های بیولوژیکی را در شرایط مشابه از آب دریا بدون امواج ماورای بنفش تولید کنند. دلیل مهم دیگه اینه که در چنین واکنشی که مونومرها به پلیمر تبدیل میشن، طبق قوانین علم شیمی مولکول آب نیز باید دفع بشه. اما حالا اگه آب دفع نشه یا به هر دلیلی بازگرده، در این صورت واکنش میتونه برگشت پذیر شده و حیات هم طبعاً آغاز نشه. آیات 6 الی 8 سوره طارق مطابق با نظر دانشمندان به تهدید آب در واکنش تبدیل مونومر به پلیمر اشاره داره و قرآن تأکید کرده که خدا بر بازگرداندن آن توانا هست. اگر فرض بگیریم که حیات در اقیانوس بخواد شکل بگیره، آب در اطراف محیط واکنش میتونه مانع دفع مولکول آب بشه. در این صورت واکنش برگشت پذیر شده و حیات هم آغاز نمیشه. نشریه علمی نیچر طی مقاله‌ای با این موضوع که چگونه اولین زندگی روی زمین از بزرگترین تهدید خود یعنی آب جان سالم به در برد مینویسه، اگرچه مدت هاست که بسیاری از دانشمندان حدس میزنن که سلول‌های اولیه در اقیانوس به وجود آمده اند، اما تحقیقات اخیر حاکی از آن است که مولکول‌های کلیدی زندگی و فرایندهای اصلی آن فقط در جاهایی با آب نسبتاً کم میتوانسته به وجود بیاید. نشریه ساینس دیلی نیز در مقاله‌ای با موضوع آیا زندگی به جای دریا در خشکی آغاز شد مینویسه، قدیمی‌ترین شواهد فسیلی زندگی در آب شیرین کشف شده. این مقاله تأکید داره که حیات نه در آب شور دریا بلکه در آب شیرین باران آغاز شده. باورمندان به نظرات داروین میگن در ابتدای پیدایش یک موجود زنده تکسلولی اولیه به وجود اومده و همه موجودات نیز از نسل این سلول هستند. اونها پاسخ نمیدن که اگر یک بار این اتفاق افتاده پس چرا نباید دو بار، و اگر این چنین بوده چرا 10 بار، 100 بار و 1000000 بار در دورانهای مختلف اتفاق نیفتاده. در دوره کامبریان به یک بار 1000000 گونه جدید موجودات در مدت بسیار کمی از هیچ و به طور ناگهانی به وجود اومدن. اگر در طول زمان و مطابق با شرایط محیطی و عناصر موجود 1000000 بار این اتفاق افتاده باشه، پس دیگه نیازی نخواهد بود که بخوایم بین همه موجودات خویشاوندی ایجاد کنیم.